دوباره خوش آمدین و تشکر حفیظ جان. حفیظ جان در صبح وقت رفته بود قابلی خوردن. نوشت جان با شما و با دوستایی که کنارت بودن شعر خوش میخوایم. ادامه غذا را باز که آمده در دفتر تعریف چگونه بود، چرا که غذایی که افغانستان داره فوق العاده است. فعلا هم در مورد امری میخوایم صحبت بکنیم که متاسفانه ما در افغانستان کم میبینیم، کم شاهدش هستیم. تا یک موضوع بسیار عادی را پیش با افتاده در صحبت میکنی، در مقابل عکس العملی را میبینی که اصلا شوکمیشه که چی گفتم مگر قدر سنگین بود، یا در نگاه های ببینی که خردها در مقابل بزرگترها چگونه واکنش نشان میتن. میخوایم در مورد مهربانی صحبت بکنیم، اهمیت و جایگاه مهربانی از دیدگاه اسلام. فعلا هم استاد مهربان ما جناب محمد عاطف دایی استاد دانشگاه در استودیو با ما هستن که بیشتر میخوایم در مورد مهربانی بپرسیم، صحبت بکنیم و یکم مهربان شیم. استاد عزیز بسیار خوش آمدین، صبح بخیر. تشکر، سلام خدمت شما و سر دوست عزیز. آرزومند هستم که بحث را دنبال بکنن، انشالله موضوعات خوبی خواهد بود. انشالله خیلی استاد عزیز، اول میخوایم که بپرسیم مهربانی چیست؟ خب مهربانی یک اصطلاح و واژه جافتیده در مکتب اسلام است. از اول خلقت آدم تا به امروز چه روش های درسی که خداوند به خاطر ساخت بشر از طریق پیامبرانش در نظر گرفته شده، یک بخش از موضوعات مورد بحث انبیا در کل زندگی بشر تا به امروز بحث مهربانی بوده. مهربانی که نسبت به دیگران یا نسبت به سایر موجودات و مخلوقات ما رفتار درست و سنجیده داشته باشیم که قطعا او از ما راضی باشه و ناراض نشوه، این رفتار مهربانان است. حالا برابر است که به قیمت ناراحت ساختن خود ما باشه راضی ساختن جان مقابل، یا اصلا هر دو طرف 50-50 ما هم راضی باشیم او هم راضی باشه. یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید که ما به خودمان مهربان باشیم یا نباشیم؟ گفت باشیم، به خودمان به دیگران هم مهربان باشیم، بر دو طرف. اینجاست که ما انسان‌ها را به لحاظ مهربانی به سه کاتگوری تقسیم میکنیم. یک انسان‌های خوب است، انسان‌های خوبتر و خوبترین انسان هستند. انسان خوب کسی است که در مهربانیش نه ضررش به کسی میرسه نه فایده‌اش، هر دو طرف و کسی چیزی نمیرسانه، نه ضررش به کسی میرسه نه فایده‌اش. یه آدم خوب است، مهربانی میکنه و کسی ضرر نمیرسانه، اگه سودش هم نمیرسه ضررش هم نمیرسه، این خوب است، افراد خوب در جامعه است. هرچند اینا تغییر آفرین، تحول آفرین در جامعه نیستن، باعث خیر و فلاح جامعه نمیشن، حداقل موجودیتشان باعث ضرر به جامعه هم نمیشه. این هم آدم مهربان است ولی در درجه ضعیف و پایانتر. خوبتر کسایی هستند که به خاطر شرشان خوب به دیگران نمیرسه ولی خیرشان میرسه، این خوبتر است نسبت به آدمایی که خوب هستند. موجودیت زیاد در جامعه ضرور است باشند، چرا که فایدهشان به دیگران میرسه، پس این هم مهربانی میکنه که به دیگران سود میرسانه. و خوبترین البته قابل یادآوری است که مردم به قیمت ضرر به خودش فایده به دیگران را قبول نداره، میگه که به خودم هم ضرر نرسه ولی تا توان دارم به دیگران خدمت میکنم و لطف میکنم. و کتگوری سومش که معمولا در اینجا انبیا، شهدا، صالحین، صدیقین در این کتگوری قرار گرفتن، خوبترین انسان می باشه. خوبترین انسان ها به لحاظ مهربانی کسایی هستند که به قیمت ضرر رسیدن به خودش هم آماده است که به دیگران سودش برسه و مهربان باشه. معمولا همون قسم که مثال دادم پیامبران الهی در طول تاریخ همینطور آدم ها بودن و خواستن که سودشان به دیگر رو برسه. حالا مثال دادم میتونیم از ابراهیم خلیل گرفته تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، ده ها مثالش وجود داره. مثلا در طایف پیامبر صبرف دعوت کردن، دعوتشان کرد به یکتا پرستی. خب همه میدانیم که دعوت به اسلام از امی اولش جبر و اگرا نداشت، فقط گب میزد، منطق بود. دین اسلام این صفتاش و این مزیتاش قبول میکنین، دلتان نمیکنین هم اختیارتان، عاقبت مسئولیت از ما خلاص، این وظیفهشون بود. ولی لتکوب شد، سنگسار شد که تاریخ مسلمان ها و تاریخ غیر مسلمین به این مسئله گواهی میده. سنگسار شد، لتکوب شد و نهایت زجر دید و اذیت شد. در آخر جبرائیل امین آمد گفت که
خداوند این اجازه را برای خودت میده که اگر بخوایی همیشه الله نابود میکنه. فقط چون تو متضرر شدی، تو لتکوب شدی، اگر خواسته باشی خدا نابودشان میکنه. چون این آدم بهترین انسان گفته میشه، همی ضرر را به خود قبول کرد، ولی بر از اونا یک لطف کرد، گفت نه خیر، من راضی نیستم که اینا نابود شوند، باید زنده باشن. بنابر این مهربانی ای است که ما به دیگران سود ما برسه. صد درصد. در میان همه حرف ها ما باید جایگاه خود را هم بشناسیم. جایگاه فرد مقابل هم در مقابل چه کسی مهربانی میکنه. فرق میکنه یا نه نیاز نیست ما در مقابل هر کسی میتونیم مهربان باشیم. خب در بخش های تمام موجودات عالم به چهار بخش تقسیم میشه. یک بخشش حیوانات است، حیوانات ناطق و غیر ناطق، یک بخش. یک بخش دیگر نباتات، مایعات و جمادات. این رب العالمین در تفسیر رب العالمین گفته میشه پروردگار عالمیان، خداوند پروردگار عالمیان است و عالمیان همی چهار بخش است: حیوانات، نباتات، مایعات، جمادات. انسان کامل به همه مهربان میباشد، به همه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توصیه کرد به اصحابش که فکرتان باشه حیوانات از زورش بالا حمل نکنید، بار نکنید، در حدی از او استفاده بکنید که توانش هست. مرد دیگر دید که سر گاو بار مانده، گفت که وظیفه ازی بار کردن نیست، از پس خر، قاطر، شتر و حیوانات دیگری مخصوص حمل و نقل کالای خودت است، ولی کار اشتباه میکنین، این توانش این رقم نیست. سوال هم که ساختار فیزیکی از او را ببینیم درست است. پیامبر صلی الله علیه و سلم چه حکیمانه صحبت کرده. موسی علیه السلام را میبینیم که از خداوند سوال میکنه، میگه که دلیلش چی بود مرا صفی خودت قرار دادی و بهترین بنده در یسر خودش قرار دادی، دلیل اصلیش چیست؟ گفت دلیل اصلیش مهربان بودن خودت به مخلوق ما است، که به دنبال یک گوسفند فراری میدوه. چوپان شعیب علیه السلام بود، دوید و باز هم رفت و رفت و رفت، آنقدر رفتن که گوسفندم بیچاره زله میشه، یک جا میخوابه. موسی علیه السلام دستگیرش میکنه و خودش هم وضعیتش خراب است چون زیاد دویده در کو. گوسفند در آغوش خود میگیره، به بسیار مهربانی امرایش مثل که با یک انسان صحبت میکنی صحبت میکنه و میگه که دلیل فرار چی بود؟ اگر از ما ترسیدی معذرت میخوایم، اگر کسای دیگری موجودات دیگری باعث فرار تو شد، من خودم چوپان تو هستم، از خودت پاسبانی میکنم، پاسبان تو هستم، محافظ خودت هستم. داغوش خود گرفته پس میارش در جمع گوسفندا رهایش میکنه و این دلیل میشه که او صفی پروردگار قرار بگیره. یعنی یک انسان میتونه نه تنها با هم نوان خودش مهربان باشه. حالا این من نکته اخیر اشاره میکنم که بدبختانه چیزی را که ما کمتر داریم، اما قسمی که خودت در آغاز برنامه گفتی، همین مهربانی در جامعه است. طرف کسی خدا نکنه که بعد یک اتفاقا چشم ما دیگه رقم طرفش بیفته به چشمای تو میکشم تو چه کار هستی طرف ما این رقم سل کردی، یا ده افغانی پول درایور کم داده شده که نداشته باشیم، توهین ما میکنه، تحقیر میکنه. بعضی ها ما را با خوبان کار نیست و همینطور بعضی از دوستای ما در دکانشان یا در مسیر راه از زیر خانهشان کسی عبور بکنه کارهای عجیب و غریب انجام میتن. بنابراین ما با تمام موجودات مهربان باشیم، چه رسه به ای که هم نوع خود ما انسان است، هم نوع خود ماست، با او چرا؟ چرا؟ پیامبر علیه السلام گفت زنی که خیلی زیاد گناهکار بود، در مسیر راهش سگی را دید که تشنه است و از تشنگی زبانش بیرون افتیده، در کنار امو سگ یک چای آب هم است. پایان شد، با کفش خودش، با بوت خودش آب کشید و به سگ داد، تشنگی رفع شد و نهایتا پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه که امو زن به خاطر یک عمل خوبش وارد بهشت میشه. یعنی الله رب العزت به دنبال بهانه های خوب هم است تا بندیش را که خیلی یک موجود ارزشمند است حفظش بکنه و وارد بهشتش بسازه. بنابراین ما نه تنها با انسان ها مهربان باشیم، با سایر موجودات مهربان باشیم. تأکید ما به این است که با هم نوع خود ما، با انسان ها 100% مهربانی ما را ثابت بکنیم. دلیلش کجا بود که الله رب العزت به پیامبر آخر زمان گفت و اینک لعلی خلق عظیم، تو اخلاق بسیار بزرگ داری. ای که خداوند اخلاق بزرگ میگه، بزرگی که او میگه تا بزرگی که ما بگوییم خیلی فرق میکنه، چون او ذات بزرگ است و بزرگی که از آدرس از او به ما برسه واقعا غیر قابل تصور است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بزرگیش ما در رفتار اجتماعی، در رفتار خانوادگیش، در رفتار با دشمنانش ما درک میکنیم. حتی یکی از دشمنانش آمد پیامبر خدا را در خواب دید، شمشیر پیامبر در درخت آویزان بود، شمشیر پیامبر را گرفت، از غلاف کشیدش، پیامبر خدا بیدار شد. باز گفت که نال من میکشمت، کیست که تو را نجات بده، تنها گیرت که دای میکشمت. پیامبر صلی الله علیه و سلم از پایان که در زمین خوابیده بود یک لبخندی طرف زد، گفت مرا خدا نجات میده، مرا الله نجات میده. یک گپ صادقانه، او آدم خوشش میایه میگه واقعا شیفته پیامبر صلی الله علیه و سلم میشه، شمشیرش به زمین میمانه، شمشیر دوباره پیامبر صلی الله علیه و سلم میگیره، چون اون نفر هنوز ابراز محبت نکرده، نمیگه که خوشم اومدی، واقعا اخلاق تو، بزرگواری تو، لبخند تو در حالت مرگم اگر باشی، لبخند تو به من خوشایند از بعضی دیگرا باشه، دو دشنام و توهین و تحقیر باز ببین که تو چیکار هستی، یا عذر و معذرت، نه ترسیده و نه هم توهین میکنم. شمشیر پیامبر صاحب گرفت، گفت حالا اگر من خودت بزنم بکشم، کیست که تو را نجات بده؟ گفت شخصیت تو قسمی نیست که برای من ضرر برسانی، من باور دارم. این نفر ایمان میاره و به قومش میگه قوم ما برین به کسی باورمند شوین که خیلی مهربان است و به کسی ضرر نمیرسانه. یعنی ما وقتی رفتار اجتماعی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ببینیم، حتی با دشمنایش، حتی با اشخاصی که نمیشناختش، نه هویت از او را میشناخت، نه ملیتش را میشناخت و میفهمید و نه قلمرو و جغرافیش و حتی عقیدش هم پرسان نکرد، در یکی از کوه ها که پیامبر خدا چوپانی میکرد، تازه مال غنیمت برش رسیده بود، پرسانش کرد که این مرد پیامبر را نمیشناخت، این گوسفندا از کی است؟ گفت از خودم است. گفت کلش از خودت است؟ بله همگیش از خودم است. مگر جای تعجب داره که یا از من باشه؟ گفت بله، تو خودت یک نفر، این همه گوسفندا. گفت اگر خوشت آمده کلش از خودت باشه، ببرش. این مرد فکر کرد که شوخی میکنه، همراه مو هم از باب شوخی گوسفندا را برد طرف منطقی خودشان، دید که صاحب گوسفندا به دنبال من نامد، ای واقعا گوسفندا را به من رها کرده. دوباره برگشت پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفت که تو کیستی، چیستی و چرا این گوسفندا را برام رها کردی؟ میخوای که دو قبیله را با هم جنگ بندازی با این کارتون، یا واقعا مال خودت بود به من بخشیدیش؟ یعنی مرا دوست معرفی نکنی که گوسفندایتون رو دوست. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش معرفی میکنه و میگه نه، گوسفندا مال خودم بود، فقط به خودت بخشیدمش چون خوشت آمده بود. ای بخشش و مهربانی در حق کسی که حتی نمیشناسیمش، فقط انسانیتش در نظر میگیریم، سبب یک تحول در داخل جامعه میشه. تحولی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با بخشیدن او گوسفندا ایجاد کرده و منطقه، سبب شد که یک قبیله چند هزار خانوادگی با یک عملکرد مهربانی پیامبر صلی الله علیه و سلم گرویده اخلاق و دین و کش پیامبر صلی الله علیه و سلم شد. با توجه به همین نکات که شما تاکید کردین، اشاره کردین، تاکیدات بیشتر ما در گرو اسلام است. بله، ما دین مهربانی داریم، دقیق. دین کامل را داریم که فقط مهربانی را توصیه میکنه، از همه زوایا که به صداقت و مهربانی. خب با توجه به تعریف های تحریف شده ای که بعضی افراد اشاره میکنن، خب برنمیگرده به دامن اسلام، برمیگرده به ذهنیت خودش. دقیق. اما جایگاه مهربانی در دیدگاه اسلام کجاست؟ چه مرحله و چی جایگاه و منزلت داره؟ خب شکی وجود نداره که خداوند هم به دنبال کامل شدن انسانها است و انسانها را میخواد که کامل باشن، نباید کاری بکنن که در شأن یک انسان نمیگنجه. دلیل ارسال پیامبرا، دلیل فرستادن کتابها و نزول کتابها، شریعتهای مختلفی که در طول تاریخ نظر به نیازمندی بشر آمده، دلیل اصلی شمی بوده که انسان ها جایگاه اصلی خودشان را پیدا بکنن. جایگاه اصلی انسان یک موجود خدا صفت است، اوصاف خدایی در وجودش است، از بینایی، شنوایی، علم، رحمان، رحیم، ملک، قدوس، مؤمن، مهیمن، عزیز، جبار، متکبر، تمام صفات الله را بخوانیم در انسان ها دیده میشه. بسیار زشته انسانی که اوصاف خدایی داره متوسل شود به دزدی، زنا، لوا، چور، چپاول، غیبت، تهمت، دزدی، تعرض و تجاوز به حریم خصوصی دیگرها و صدها فساد و فتنه دیگر.
بنابر این پیامبران فرستاده، حالا بحث ما مهربانی، پیامبران فرستاده کتاب ها را نازل کرده تا انسان ها در روشنایی جمع بکنین احساس بحثتان است، تا انسان ها در روشنایی کتاب های نازل شده و موجودیت راهنمایی پیامبران بتونن نمو جایگاه اصلی انسانیتشان را به دست بیارن. در یک نکته حرف ما تمام بکنم، این که مهربانی نهایت مهربانی به جای ختم میشه که انسان فکار نقاب قوسین 99 خودش در مکان نزدیک به خدا میبینه و رفیق و قریب خدا میبینه و این بهترین مکان است به نظر من. بسیار تشکر مهربانی کردین صد روز اومدین در برنامه. بسیار خوشحال شدم. سلامت باشین. ان شاء الله که ما هم تلاش بکنیم تا در جامعه خود مهربان باشیم. دست همه را با هر نوعی که میتونیم بگیریم، حتی با یک لبخند. بارها تاکید کردیم. حتی با یک لبخند هم میشه که افراد مقابل خود خوشحال بسازیم تا از ما راضی باشن. و حالا هم وقفه داریم. بعد از وقفه برمیگردیم، ادامه برنامه صبح زندگی را همچنان هستیم، با ما باشیم.